درود به شما دوستان گرامی در کانال یک فهمیتور از رادیو توکاکه صدای ما را میشنوید. از کنم به حضورتون قبل از اینکه صحبت رو شروع کنم این آرم برنامه رو که ملاحظه کردید، ببینید در گذشته یا اصولا میان قومهایی که عقل و خرد میونشون حکم فرما هست میرن مدتهای مدید تحقیق میکنن و میبینند و مشاهداتشون رو بر اساس اون میان یه حکم و قضاوتی راجع به یک چیزی میکنن. نمیدونم از کجا یک مؤمنی آمده بوده برنامه هفته گذشته ما رو گویا بمزه کمتر از یک ثانیهش رو نگاه کرده بود، بعد یک چرندی مطابق فهم و شعور خودش نوشته بود زیر این ویدیوی این برنامه در یوتیوب، نوشته بود که ببینید در وقتی شما این آرو برنامه نگاه میکنید داره یک حکایتی رو میگه که گرفته شده از فیلم دیولوشن است که ما 4 سال پیش درست کردیم. به هر حال در ایشون نوشته در کمال بی‌ادبی با یک انگلیسی فارسی فنگلیسی نمیدونم از کدوم خراب شده همین نوشته که شما خجالت نمیکشید آریامهر رو با این قیافه نشان میدهید آریامهر ما رو. آخه خجالت باید کسی بکشه که شما با این همه عدم درایت و با این همه کمبود مغز، اتفاقا به خودش هم گفته تلویزیون هم داره که با یه همچین دانش و این همه جهالتی که شما از یه دونه عکس وسط یک آرم برنامه بخوای راجع به کلیه برنامه اظهار نظر کنی و مزخرف بگی، واقعا آیا باید بنده خجالت بکشم یا شما؟ خب از این که بگذاریم، حالا بگذاریم برسیم به مسابقه ایران و عراق. بازی ایران و عراق دوستان گرامی با همه هیجان و التهاب و پایان تلخش به اون صورت که ایران باخت، مثل همه این ایام تأکیدی 1000 باره بود بر واقعیتی تلختر که در هر صحنه بین المللی ایران و تیم ایران طفل یتیمی است که سابقه نداره و هر کس میتونه هر ناروایی بر سرش بیاره و ترس از حسابرسی نداشته باشه. دلیلش هم ساده است. ایرانیان را کسانی رهبری میکنند که رهبریشون نه سبب اعتبار که موجب معطلی و درماندگی این ملت در هر جای دنیاست. از فرودگاه های بین المللی بگیر تا مسابقات و تورنمنت های مثل همین جام آسیا. همین جامی که دوستان عزیز تا پیش از ظهور آخوند حاکم در 3 دوره پیاپی از سال 1968 که در تهران بود، من همون موقع در امجدیه بودم که مسابقه فینال رو با اسرائیل برگزار کرد، قهرمان آسیا شد و بعد دور بعد در 1972 و بعد در 1976 که دیگه من در اینجا بودم. به هر حال در اون موقع پیروزی در این مسابقات آسیایی برای ایران اصولا امری طبیعی و براستی حق مسلم اون بود. کدوم داوری جرأت میکرد همون اول قضیه مثل این مسابقه 2 تا کارت زرد بی جهت به یک بازیکن بده و اونو اخراجش کنه؟ تازه طرف مقابل یعنی اون کسی دروازه‌بان تیم عراق به قصد دعوا، نه اینکه وسط مسابقه به هم بخورن، بعد از اینکه بلند شده این دروازه‌بان کف گرگه میزنه تو سینه بازیکن ایرانی میزنه توش زمین. خب بعد باز میاد این صحنه رو ملاحظه کنید. بعد داور میاد کارت قرمز میده به این بازیکن ایرانی. ببینید این بی صاحب باعث بودن تیم ایران هست قربانه. هر خری حتی داور استرالیایی هم باید میدونست که در هر ورزشی به جز البته هاکی روی یخ بازیکنی که به بازیکن دیگه به قصد دعوا حمله بکنه و اونو نقش بر زمین کنه مجازاتش اخراج هست. باید دروازه‌بان عراق از بازی اخراج میشد، اما در مقابل به جای اون بازیکن بدبخت ایران به صاحب و از زمین بیرون میکنن. یعنی ایران باید در مقابل یک تیمی از کشور جنگ زده ای مثل عراق باید 10 نفره بازی کنه و اعصابش هم خورد باشه. خب
اما چرا وقتی طرف مقابل ایران باشه همه چیز امکان داره، همه در ضرورت پیدا میکنن که هر ناروایی در موردش انجام بدن، از صحنه بین المللی گرفته مزخرفاتی که هر کس و هر لیچارهایی که نصیب به ایران همیشه حواله میکنند، چون همیشه قیافه اون رهبران و رهبران بیخرد و اون سپاهیان بیخردتر و اینها رو میبینن، اینها رو مجازاتی که ایرانی ها دارن تحمل میکنن به خاطر اینهاست. خب این داورم خیالش راحته، خیال شخصی که کسی برای دفاع از حق پایمال شده ایران یقه اونو نمیگیره. یک ماه پیش هنوز نشده که یک گفتن یه نفر گروگانگیر ایرانی رفته و زده تعدادی اونجا کشته تو خود همون استرالیا. بنابراین میدونید ایرانی فعلا ساخته شده تا حقش پایمال بشه دوستان. چرا؟ برای اینکه پایمال شدن حق ایرانی اول از درون خود ایران شروع میشه، چون کسانی رو به عنوان رهبران و سخنگویان اون معرفی میکنن که دهانشون رو تنها برای ناسزا و خشونت طلبی و دنیا ستیزی گشودن و میگشاین، اونم از روی مأموریت خدا میدن از جانب چرس کنم ها. 36 سال آزگار از این قضیه رو ما داریم. همون داور استرالیایی که البته با حذف ایران راه صعود استرالیا را هموار میکنه به همین هم قناعت نمیکنه. 4 دقیقه مونده با آخر 4 دقیقه مونده به پایان وقت اضافی با اولین گوزقلتان شدن بازیکن عراقی حکم پنالتی علیه ایران میده، بلکه ایرانی ها دیگه نتونن جبران کنن و از شرشون خلاص میشه. باز ملاحظه کنید این همون صحنه است، بازیکن بدبخت ایرانی رفته برای توپ، خب ایرانی ها ایرانی یتیم و بی صاحب اما لجباز و یک دنده است، این ضربه دم آخر هم جبران میکنه، در نتیجه بازی به ضربات پنالتی کشته میشه، در حالی که اگر حساب و کتابی در کار بود و ایران در حکم آش نظیر نبود که هر کس به اون انگشتی بزنه، بازی ایران عراق اصولا به این نزدیکی برگزار نمیشد که یک پنالتی از دست رفته تیم ایران را از جمع تیم‌های نه چندان به دردخور آسیایی حذف کنه. بله داور استرالیایی یک سری کارت زرد بی خطر هم به عراقی ها داد، اونم آخرای بازی، فقط وقتی مطمئن شد که طرف بازیکن عراقی قبلا کارت زرد نگرفته باشه که خدای نکرده اخراج بشه. واقعا این فیفا دستگاه امون کرده آقایون خانم ها. ایران و بازیکن ایرانی به غیر از تاوان بیکفایتی رهبران، تاوان چرندگویی های ملاهای منبرنشین و سردارهای مزخرف پرون و بله دشمنان ظاهری و در باطن دست در دست همه آنها از طیف افراطی ها در آمریکا و اسرائیل و اروپا میده که 36 سال است بند کردن به این قوم، به این قوم غیور صبور، و از این ملت نمیکشند برن سراغ یکی پروارتر. ما هم دوستان همچنان با خوشخیالی و پررویی جبلی میشینیم تا 5 صبح در این واشنگتن، که تازه بعد از اینکه 5 صبح شد تازه دوباره به هزار باره دستگیرمون بشه که این قوم همچنان یتیم مانده، این قوم همچنان در یتیمی باقی مانده است و این در لعنتی همچنان بر همون پاشنه میچرخه که اونو میچرخونه. اجازه بدید به نیویورک بریم و به سراغ دکتر سیامک شجاعی که امروز هم کلاس داره و در یکی بعد از ظهر دیگه از ما جدا خواهد شد. آقای شجاعی عزیز سلام. جناب بارلو من هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان ارجمند سلام عرض می‌کنم. دکتر شجاعی میدونم این قضیه رو حتی دیگه شما که میدونم زیاد مثلا مسابقات ورزشی من زمان نگاه نمی‌کنید، ولی اینو دیدم شما هم دیگه هرس در اومده بود از این بازی ایران و عراق که صبح که با هم صحبت میکردیم. بله جناب بهالو، ببینید اصولا ورزشکار ایرانی امروز به همون مصیبتی دچار شده که
پزشک ایرانی، پرستار ایرانی، کارگر ایرانی، نمیدونم هنرمند ایرانی، خواننده ایرانی، نقاش، نویسنده ایرانی. یعنی یک رژیم قرون وسطایی از اون غارهای 1400 سال پیش بیرون آمده و میخواد در عصر قرن 21 بیاد و با همون افکار و با همون عقیده و با همون روش ها امور مملکت رو اداره بکنه. بنابراین ورزشش هم مثل سایر قسمتاش تحت تاثیر قرار میگیره. اولا که ما میبینیم چه فساد عظیمی در این مسائل باشگاهی در ایران مطرحه و چطور یه مش غارتگر بدون اصلا داشتن کوچکترین روحیه ورزشکاری و اون قهرمانی و اون جوانمردی و اون نمیدونم حس پهلوانی که باید در ورزشکار باشه آمدن و در همین تیم‌های باشگاهی نفوذ کردند و هر کدوم تبدیل شدن به یک چپاولگری که فقط و فقط در اندیشه به قول معروف از این یغما، از این سفره پر نعمت یغمایی ببرند و نصیب خودشون رو چیکار میشه بشه و اصلا مسئولیت برای خودشون قائل نیستن. تیمی که نتونه حتی وسایل و امکانات رفتن به بازی‌های تدارکاتی رو داشته باشه، که حتی سرپرست تیمش هم که از خارج اومده او هم در این زمینه داره در حقیقت اعتراض میکنه، یک چنین تیمی که نمیشه انتظار داشت که در صحنه‌های بین‌المللی اولا با همه زحمتی که افرادش به طور فردی میکشن و یا به طور دست جمعی بتونه که واقعا خودی نشون بده و بتونه در صحنه‌های بین‌المللی امتیازات بالا بگیره، خصوصا که همونطور که جناب‌عالی هم اشاره فرمودید جنب بین المللی بر این اساس هست که اصولا هنچه که نام ایرانی و جمهوری آخوندی اسلامی برش گذاشته میشه رو به هر شکلی که شده تخدیر کنن، به هر شکلی که شده ازش وحشت داشته باشن و به هر حال نتیجه اینه. اما به هر حال باید به جوانان ورزشکارمون تبریک گفت که علارغم همه کمبودهایی که وجود داره سعی میکنن که برای ایران افتخار بیافرینن و من مسلم میدونم که در فردایی که از شر این رژیم غیر قانونی ملت ایران رها بشن، ورزش ما، ورزشکاران ما هم در جهان به خوبی خواهند درخشید با امکانات ملی که در اختیارشون خواهد بود و امیدوار هستم که روزی برسه هر چه زودتر ما دیگه شاهد چنین بضاعتی ملی در سطح جهان نباشیم. عرض کنم حضورتون دکتر شده عزیز، تو میدونید که من اصولا همه زندگیم روی مطالعه ورزش گذاروندم، اما یک چیز با اطمینان به شما عرض میکنم، اگر ورزشکاران ایران، فوتبالیست های ایران در یک برنامه ریزی درست باشن و شر آخوند و پاسدار و اون برج سازها از سر ورزش ایران کم بشه، من به شما اطمینان میدم اصولا هیچ حریفی، هیچ کشور آسیایی قدرت حریف بودن با ایران را نداره، قدرت مساف با ایران را نداره. من اینو به شما اطمینان میدم، کشورهایی که در منطقه بتونن از نظر فوتبال با ایران بتونن رقابتی بکنن، شما باید در ترکیه جستجو بکنید که اون جز لیگ اروپا است، اما نه این کشورهای کورکچل مال اطراف، عراق جنگ زده. آقای دکتر شجاعی، عراق جنگ زده، اصلا نه لیگ فوتبال بدبختا دارن نه چیزی. تو نگاه کن ببین اینا از نظر بدنی بهتر میدویدن از ایرانیا. عراق جنگ زده همون حمایت بین‌المللی رو داره حداقل، اما ایران آخوند زده نداره. بزرگترین بدبختی همین هست. ایران اصولا در یک سطحی کسی اینا رو کوچینگ نمیکنه که بگه آقا خیلی خب اگر داورم، اولا داورم اگر اومد یه کاری کرد، شما باید با وضعیت موجود بسازی، بگی آقا من باید چیکار کنم. اولا یارو اگه زده تو رو رو زمین انداخته، بی خود بلند شو آقا، بلند شو رو زمین، برای اینکه اینجا قرار نیست عدالت در دنیا باشه. بلند شو، بلند شو، نذار یه داوری به بهانه بهش بدی تو رو از زمین بیرون کنه. اینا رو کسی به اینا یاد نمیده. این بدبختا اصلا در صحنه بین‌المللی نمیذارن برن ظاهر بشن ببینن، این تجربه نمیذارن داشته باشن. اینجا بالوم خاطرم است در اون دوران نوجوانی مدرسه و دبیرستان در اون میدان 400 دستگاه تهران خیابان جاله میرفتید، فرح‌آباد جاله باید عرض بکنم، میدان 400 دستگاه وسطش یک زمین خاکی بود، واقعا خاک و شن و گرد، و من شاهد بودم که چطور این ورزشکاران ما در همون زمین خاکی
می اومدن بچه ها از همون محله های مختلف با هم تیم های مختلف مسابقه می دادن و بازی های خوب نشون می دادن با اون امکانات بسیار کم. یعنی اون تازه زمانی بود که هنوز شکوفایی اقتصادی رو ما شاهدش نبودیم و در اون زمین خاکی چه استعدادهایی بیرون اومدن. از جمله من فکر میکنم همه آقای قلیچخانی از اونجا اومد و به تیم فوتبال و تیمای نمیدونم ورزشی پیوست. حتی علی پروین هم من فکر میکنم اونجا بازی میکرد. یعنی درسته درسته فرودی بچه ها با دست خالی اما با روحیه پهلوانی و با تکیه یک نظام ملی و غرور ملی میتونن واقعا افتخار آفرین باشن. ولی به هر حال اونا هم مثل بقیه ما قربانی هستن. یک نمونهش، یک در حقیقت مثالی که باید شما ببینید در زمینه‌های علمی هم، همون جوانی که در ایران حتی اینترنت رو در اختیارش نمیذارن و سرعتش رو کم میکنن، به محض اینکه پاش به خارج از کشور میرسه در دانشگاه بین المللی در همین امریکا و اروپا چطور گل میکنن و چطور مسلط میشن، پیشرفت میکنن، استعداد خودشون نشون میدن، به مقامات بالا میرسن. و این خب نشون دهنده اینه که این محیطه که استعدادهای بالقوه و حتی استعدادهای بالفعل شده ورزشکاران ما رو داره از بین میبره، مثل دانشجویان ما، مثل استادان ما، مثل پزشکان ما، مثل پرستاران ما. و من بارها عرض کردم ملت ایران با یک تصمیم مهم تاریخی روبروست و اون اینه که با توجه به تجربیاتی که در کشورهای دیگه به دست اومده، مثل سوریه و لبنان و نمیدونم عراق و لیبی و الان هم در یمن و غیره، یک راه ملی رو پیدا بکنه که این رژیم غیرقانونی قرون وسطایی رو تحویل تاریخ بده و بازنشستش بکنه، او رو براندازه و سرنوشت خودش رو در دست بگیره. به جز این امید چندانی نیست در هر زمینه ای که شما نگاه میکنید. با بودن این رژیم امیدی نیست که بشه کار عمده ای انجام داد، اونم در این سرزمین، در این دهکده جهانی که واقعا رقابت خیلی سرسختان است و شما دیگه نمیتونید مثلا فرض بکنید که ورزشکار یک کشور کوچک علم و دانش و نمیدونم اطلاعات لازم رو در مورد ورزشکاران دیگه نداشته باشه. همه جهانیان الان از همه امکانات برخوردارند و استفاده میکنند و این سرزمین گروگان گرفته شده ما در دست آخونده که اینطور محرومیت میکشه. اونم برای اینکه یک آخوند بی سواد ابله میگه سرعت اینترنت رو باید کم کرد، این اینترنت خطرناک است و رقیبی است برای منبع آخوند و برای اون مزخرفاتی که هجویاتی که اینها مرتب سر منبرها میگن. عرض کنم حضور دکتر شجاعی عزیز، حالا راجع به اون گذشته صحبت کردیم، همیشه یادم میاد این اولین جام آسیا که ایران برد 1968 است. ما موقع دانشگاه ملی هستیم، ما اومدیم توی امجدیه، این شب مسابقه فینال هست. میدونین قبل از اون حریف های گردن کلوفتی که بودن برمه بود که ایران بالاخره برمه هم زد و بعد، اما حریف اصلی اسرائیل بود. اون موقع اسرائیل در یک با بازیکنانی که همه از اون اروپایی‌های بازیکنان اروپایی بودن، دو بازیکن خطرناک در یکی در پست هافبک داشت، یکی فوروارد به اسم روزن یکیش بود، یکم روزنتال، که اینها گلزن‌های خطرناکی هم بودن و ایران فقط از این واهمه داشت که چگونه از صد اینا بگذره. اما در اون بازی که حالا بازیکنان همیشه واقعا من فکر می‌کنم در سطح بازیکنانی که اون موقع بازی می‌کردن، حقیقتا همایون و بهزادی، حسین کلانی بود، پرویز قلی بله بله از کنم مصطفی عرب بود، اینا کسانی که داشتن، افتخاری بود، ببخشید اگه من همه اسما رو الان نهارم، ولی حقیقتا در اون بازی وقتی که اولا به طور مردم جمع شده بودند که آمده بودند دور این جایگاه تماشاچی ها سیم چیز کردن، دیوار از این سیمی ها کشته بودن که ما توری مثل توری بود، ما فقط از وسط اینا ببینیم. موقعی که همایون بهزادی گل مساوی رو زد، شما نمیدونید یه همچین حالتی در عمرم برای من و همه اون 30-40 هزار نفر، حالا امجدی همش 30 هزار تا میگیره ولی 40-50 تا واقعا ریخته بودن اون تو رو سر کله هم، این هرگز یک همچنین حالتی در عمرم برای من تکرار نشده. بعد پرویز قلیچخانی از اون وسط های مدون اومد جلو، یکی از اون شوت ها گذاشت وسط این دروازه که دیگه خیال همه راحت کرد. خب این صحنه
همیشه در ذهن و یاد بنده هست، در ذهن و یاد همه خاطره هم نسل من به بچه هایی که اون موقع بچه بودن هست. حالا چطور شما میتونی جای اون سرداران رو برداری و کار اون سرداران رو بگیری همینطور به تو مستمر خراب کنی خراب کنی و سطح این تیم رو بیاری پایین و پایین و پایین که از عراق بخوره؟ بله ببینید جناب بارلو، امروز جوانان و سنحشوران و ورزشکاران و قهرمانان ملی ما در میدانهای ورزشی میفتند به مساف کشورهای دیگه و از جمله اسرائیل. من در این روز شکی ندارم که یک نوع غرور ملی خاصی هم به خصوص در مورد اسرائیل وجود داشت که مبادا ما به اسرائیل ببازیم. یعنی مثلا اگر ترکیه بود شاید به خاطر مسائل دیگه به این اندازه اهمیت پیدا نمیکرد. و در اون میدان قهرمانان ما ورزشکاران اسرائیلی رو شکست دادن و یک نوع غرور ملی در مقابل مثلا کشور اسرائیل به وجود آوردن. اما امروز رو ببینید، اراذل اوباشی رو به عنوان پاسدار میبرن در لب مرزهای اسرائیل، در اون نمیدونم جبهه ها، در اون بلندی های جولان گولان، و در اونجا اونها رو مستقر میکنن که از طریق آدم کشی و نمیدونم بمب زدن و موشکرانی در کنار حزب الله لبنان به مساف اسرائیل برن و اینطور هم مردم و جوانان ما رو به کشتن میدن. یعنی خود این دو صحنه رو شما با هم دیگه وقتی مقایسه میفرمایید میبینید که ما چه بودیم و کجا بودیم و به کجا رسیدیم. و اگر که این رژیم به بقای غیرقانونی خودش و حیات غیرقانونیش ادامه بده، مسلما از این روزها بدتر رو هم شاهد خواهیم بود. دکتر شده همون دیروز فورا یک داستان درست شد که بله عراق بازیکن عراقی دوپینگ کرده بوده، فدراسیون بین‌المللی هم بهش گزارش داده بودن، اول به فدراسیون آسیا گزارش میدن و بعد به فدراسیون بین‌المللی گزارش میدن و بعد البته من همون موقع هم پیش خودم فکر کردم آقای شجاعی، گفتم که شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. شما خیال میکنید فدراسیون فوتبال میاد جانب ایران رو بگیره؟ اگر میخواستن جانب ایران رو بگیرن اون داور استرالیایی جرئت نمیکرد اولا بیاد یک همچین بلای سرشون بیاره. اینا خیال میکنن ما نفوذی داریم در دستگاه بین‌المللی. یه زمانی بود که در فدراسیون بین‌المللی کشتی، در فدراسیون بین‌المللی فوتبال کسانی مثل کامبیز آتابای نمایندگی ایران رو داشت در فدراسیون فوتبال، رئیس فدراسیون بود. این مرد وارسته و با نفوذ میتونست از نفوذ خودش استفاده کنه، حداقل دیگه کلا سرمون نره، زور به ما نگن. اما امروز کی آقای شجاعی؟ اون وقت خیال میکنن مردم که خیلی خوب فیفا مثل این که دستگاه نشسته اون ترازو عدالت هم اینجوری دستش او یه خورده اینجا در حکم حق این ظلم شده دوپینگ کرد، بعد پس فردا قرار بازی عراق انجام بشه. اینا واقعا خواب و خیال است. ما اگه فکر بکنیم دیگه در هیچ تشکیلات بنمره، نه فقط در ورزش، در سازمان ملل باشه، در سازمان بهداشت باشه، نمیدونم در هر جایی که شما نگاه کنید، باید حق ایرانی پایمال بشه. برای اینکه به طور کلی آقای شجاعی، ایرانی ها از درون حقشون پایمال میشه، شروع میشه و بعد ایرانی ها دارن و میخوان و دارن سیستماتیک به سوی میبرن که معتاد بشه به اینکه و عادت بکنه به اینکه حقش پایمال بشه و معتاد بشه به اینکه حقش پایمال بشه. بله اما جان ببینید، نمایندگان هر کشوری در سازمان های بین المللی، حالا در هر سازمانی ورزشی باشه، سیاسی باشه، نمیدونم فرهنگی باشه، اینا باید افراد واقعا متشخصی باشن، باید افراد فرهیخته، باسواد، با تجربه و مهمتر از همه مورد اعتماد مردمشون، مورد اعتماد حکومتشون باشن و مورد احترام مردم خودشون باشن. شما وقتی که یه بچه آخوندی رو به خاطر اینکه مثلا شلاق و صفر زده یا خوب آدم کشته اعدام کرده میارید یه پاسداری رو میکنید مسئول نمیدونم امور ورزشی یا فدراسیون و به نمایندگی از ایران میفرستیش به فدراسیون بین المللی، دیگه نباید انتظار داشته باشید که فدراسیون بین المللی احترامی برای ما قائل باشه. و از همه مهمتر، بعد از 36 سال که اینها در اون مملکت دارن حکومت میکنن، هنوز ما محتاج مربی فوتبال هستیم که از خارج به مملکت بیاریم. بعد از این همه تجربه اون وقت میگن ما در علم و دانش پیشرفت کردیم، دشمن نمیخواد که ما مستقل باشیم، بلد شدیم نمیدونم اورانیوم رو غنی بکنیم. راست میگید بابا، این همه جوان پراستعداد، اینایی که سالهای سال توپ زدن، اینایی که اگر واقعا در یک محیط درست و غیر فاسد
بالا اومده بودن، هر کدومشون الان باید یک مربی برجسته در سطح بین‌المللی باشن که حتی ما مربی فوتبال رو هم به خارج صادر بکنیم، در حالی که باید بریم یارو رو آوردنشون هم ناز میکنه، قهر میکنه، وقتی درنده میشن ما یه جوری، وقتی بازنده میشن میگه بله من حالا فکر کنم ببینم بازم میمونم نمیمونم، میخوام برم. معلوم هم نیست که چه حقوقهایی به دلار دارن به اون میدن که این طور حاضر بره تو اون شرایط خفقان آور جمهوری اسلامی و مربی مثلا یا مربی تیم ملی ایران باشه. خود این یکی از دلایل بی‌لیاقتی ناشایستگی این رژیم و ورزش رو هم مثل هر چیز دیگری در خدمت خودش گرفته که به بقای غیر قانونی خودش ادامه بده. عرض کنم همون مربیانی که فرمودید در همون جام آسیا، پرویز دهداری خودش بازیکن درجه یک ایران بود و بعد هم شد مربی تیم ملی، برادرش هم که دروازه‌بان بود اونم کمک مربی تیم بود و اینها به راحتی تیم ایران، به راحتی نه اما با تلاش درست و منطقی، بازیکنان ایران قهرمان آسیا کردن. بعد حشمت مهاجرانی شد مربی. حشمت مهاجرانی تیم ایران را با موفقیت تمام و بدون این یا الله یا خدا آیت الکرسی خوندن و انشالله ماشالله، بدون اینها برداشت و تیم ایران در سال 1978 با پیروزی های قاطع بردش به جام جهانی 1978 در آرژانتین. اون موقع مثلا 32 تا تیم نبود، اون موقع یک تعداد معدودی 24 تا فقط میتونستن برسن به جام جهانی و ایران در اون موقع رفت و با تیم اسکاتلند، با تیم ملی اسکاتلند مساوی کرد با مربی ایرانی با حشمت مهاجرانی. حالا هرچی میخوای شما مربی بیارین، این کیروش بسیار مربی خوبیه، من همیشه بهش احترام میذارم، اون حداقل داره وسط این بدبختی که آمده، حداقل از همین نیروهای موجود داره یک مقداری نظم و قاعده جهانی رو به اینا نشون میده، اما نمیتونه بازی تدارکاتی رو مثلا کی به این فرصت میدن که بردار تیم ملی رو بردار ببره. اصولا اون به طوری که گفته میشه تمام اون برج سازان فهمیدن نون در کجا هست و اومدن رخنه کردن به این ورزش ها. تیم که میگن استقلال تیم تاج بوده که آقای خسروانی به هزار بدبختی بزرگترین تأسیسات ورزشی ایران رو و شاید بزرگترین تأسیسات ورزشی دنیا رو درست کرده بود اونجا. دوست بسیار گرانمایه من سرگرد شیخان اونجا مدیر این بود که نزدیکای شما بود آقای دکتر شجاعی، نزدیکای همون محضر که میگفتید بودید روبروی تهران مصور. بله باشگاه پرسپولیس ماره که بود، ماره شادروان عبدو بود، اینا ورشتن یک شو کردن نمیدونم یه پیروزی یک کردن استقلال ورشتن قصب کردن، بعدم خب دلشون نسوخته، نساخته بودن که بخوان دلشون به سوزه هایی رو که شجاعی. کاملا همینطوره، آخوند مفت آمد مملکت رو گرفت، بعدم با تکیه درآمدهای عظیم نفتی 700 میلیارد 800 میلیارد دلار در عرض چند دوره در چند سال و همینطور دیگه بساط آخوندی صفحه آخوندی فهم کردند و به دنیا هم مرتب باج میدن برای اینکه چهار تا سانترفیوژ رو به چرخش در بیارن و اون روحانی متقلب هم مرتب وعده میده که چرخ زندگی مردم هم به گردش در خواهد آمد، در حالی که میبینیم که چطور با این فسادی که وجود داره وضعیت اقتصادی روز به روز بحرانی تر میشه و حالا هم که گفتن بودجه رو باید با دلار 2850 تومان و نفت 40 دلار هر بشکه باید تعیین بکنن و با توجه به اینکه هیچ وجه هم جان بودجه های افراد و افزار سرکوب رو کم نخواهند کرد که گویا بودجه پاسداران رو 60% هم افزایش دادن، فشارش بر معلم و بر استاد و بر سایر قسمت های مملکت میاد، کما اینکه ما در این روز سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته شاهد بودیم که چطور زحمت کشانی که فرزندان ایران رو تعلیم میدن، معلمان در سراسر کشور دست به اعتصاب خود جوش دادن و از رفتن به سر کلاس ها خودداری کردن. یعنی در حقیقت همه جا باید گفت که چاره‌ای نیست جز این که زحمت کشان ایران بار دیگر مصمم بشن که باید سرنوشت خودشون رو خودشون در دست بگیرن. آقای دکتر جوجه حالا در میدونم که باید برید کلاس، اما فقط این هم بگم که همیشه معتقدم من با همه صحبت هایی که من و شما همیشه با هم میکنیم این رو میدونم که
مشکل ایران در نداشتن پول و بودجه نیست، مشکل ایران در تخصیص بودجه است. تخصیص بودجه همین الان با همین درآمد هم نگاه کنید ببینید که تمام این بنیادهای مداحین و امامزاده ها و طلبه های مفتخر و اینها، ببینید تمام این بودجه و اون دفتر خاص آقای خامنه ای، و ببینید تمام بودجه ها داره میره اینجا، تمام پولا داره میره به اینجا، این بودجه های مخفیانه اینها هست. تخصیص بودجه در ایران مشکل کار ما از غیر از مدیریت احمقانه، همون کرد همون ذره هم که میمونه میدن باز به شکم همون هایی که خودشون مسبب بدبختی ایران هستن. بله، در حقیقت سرقت بودجه ایست که باید به فرزندان اون سرزمین تعلق بگیره. فقط و فقط در اندیشه دزدی، کلاهبرداری، مفتخوری و پرخوری نمونه واضحش خودشون اعتراف کردن دیگه، مجبور شدن همین مرزکی به نام رحیمی که معاون اول اون دلقک به نام احمدی نژاد رئیس جمهور هم عقیده خامنه ای، سرقت الاسلام خامنه ای است که گویا به خاطر سرقت و دزدی و حالا اون چه که تازه یه به گوشه ای شد در ملأ عام مطرح کردن، به 5 سال زندان محکوم شده و جریمه نقدی سنگین، نه نسبتا سنگین اما با پولایی که او دزدیده یعنی پچیز، یعنی هیچ پاپاسی. والا دکتر شجاعی در اینجا اصلا اون رقمایی که اونجا میدوزن، والا در یه مملکت پولداری مثل آمریکا مجسم بفرمایید، فرماندار اینجا گفتن آقا نمیدونم در ظرف 5 6 سالی که در پستش بوده هدایایی دریافت کرده بوده از این از یک نفر، اونم که مثلا یه ساعت دریافت کرده بود و نمیدونم یه مسافرت برده بود، اینا همش برام گفتن نمیدونم حدود 150 میلیون ببخشید 150 هزار دلار میشده. اما در ایران شما هر چی نگاه میکنید رقم ها 3000 میلیارد نمیدونم 4000، اصلا در یه مملکت ایران میخوام ببینم این چقدر خون داره این ملت که شما این همه اینو تیغش میزنی. بله، به هر حال این درآمد نفت دیگه هم چون سالی 40 میلیارد دلار الان و قبل از اون هم سالی 100 میلیارد دلار پول بوده که اصلا نمیدونن کجا رفته و فقط کسانی مثل زنجانی ها و رحیمی ها گهگاهی اسمشون برده میشه و به سراغشون میدن. اما دزدان گنده که در بیت آقای رهبر رخنه کردند و در اونجا خیمه کردند، اونها قصه در میدن. در صورت سرنوشتی است که ملتی با این سوابق کهنسال به هیچ وجه نباید دچارش میشد، اما شدیم و باید بار دیگر ثابت کنیم که ملتی هستیم بسیار پرغرور، با شهامت، با شجاعت، و این بساط رو هر چه زودتر جمع کنیم. بله دکتر چودای، میدونم که شما باید برید سر کلاستون، چه هر بار کلاس های شما شروع میشه امروز مرور میکردم و تمام میشه و ما هم همچنان در خدمت شما. محبت برید. بله، من امروز روز خصوصی کلاس این ترم جدیده و کلاس پول و بانک، باید بریم راجع به پول و بانک صحبت کنیم و من چه مثال های جالبی هم از اقتصاد ایران برای دانشجو تعریف کنم که در هیچ کتاب درسی نمیتونن پیدا کنن. و به هر حال اون نگران بدبختی و بیچارگی اقتصادی که مردم ایران دچار شدن یک سوژه های بسیار عجیب غریبی هم برای تدریس در دانشگاه های امریکا به وجود آورده. به هر حال ممنونم، سپاسگزارم مثل همیشه، شما رو به خدا میسپارم تا 2 هفته آینده، برای اینکه هفته آینده من برای یک فستیوال فیلم باید در جای دیگری باشم، اما 2 هفته بعد در خدمت شما هستم. خب. خدا نگهدار. خدا نگهدار. عرض کنم دوستان عزیز، ببینید من هیچ وقت نمیخوام در مورد کارهای خودم و گذشته صحبت کنم، اما بعضی وقتا لازم هست. ببینید قوم شریف ایرانی یکی از عادات شریفش در میانه همه عادات شریف دیگه البته این است که اساس نتیجه گیریاش بر پایه یک آمار تک نفر است. یعنی یارو به جای اینکه بره با 3000 نفر رقیده بپرسه آمار بردار بعد یه حکم بکنه، یک نفره روی یک نفره حکم میکنه، یعنی مشاهدات شخصی، و بر اساس همون یک مورد حکم میکنه. با این حساب اون چیزایی که ندیده هم خب قطعا وجود نداشته و نداره. در همین ایام اخیر، چون حاصل این نتیجه گیری ها از سوی پاره از دوستان گرامی و مطبوعاتی بنده
یه مقداری حق و حقوق معنوی این همکار کوتاه دیوار رو یه مقدارکی ضایع کرده. یکی دو موردش رو که اتفاقی دیدم خدمت این دوستان عرض میکنم، با این تأکید که اطمینان دارم اشتباه این همکاران سهوی است و شک هم ندارم، خواهش میکنم کسی هم، اما فقط گفتم فقط بگم به عنوان یک بسا یادآوری کنم. مورد اول عرض کنم اشتباه دوستان گرامی این بود که کردیت و اعتبار استفاده اولین بار از صحنه اتومبیل رانی محمد زاشا در خیابان تهران را به فیلمی ساخته تلویزیون من و تو در سال 2014 دادن. از جمله بسیار دوستان خوب این بنده و همینطور در این فیسبوک دیدم. خب بنده اون فیلم رو فیلم برداری نکرده بودم که بخوام پوزش رو بدم، بنده این فیلم رو اختراع نکرده بودم که باز بخوام پوزش رو بدم، اما در فیلم دیولوشن ما اینو در سال 2010 آوردیم و 2011 که منتشرش کردیم، یعنی 4 سال زودتر. دوستان گرامی ماشاءالله با درام با دروم میان اعلام کردن که یافتن و استفاده اولین بار از اون فیلم کار تلویزیون من و تو بود و هزاران آفرین صد باری کلام. ما هم هرچی سکوت کردیم به عنوان علامت رضا تعبیر شد. دوستان عزیز میدونید در داراب ما سکوت علامت نجابت بود نه رضایت. خب قربونم بعدتون وقتی حکم میکنید یک کمی هم وقت بگذارید تحقیق کنید، حالا بلا ضرری ندارید. مورد دیگه نوشته ای از یکی از دوستان بسیار خوب مطبوعاتی و شخصی خودم بوده که نوشته که تاکنون در تمام بررسی هایی که پیرامون سقوط رژیم پهلوی انجام شده از یک عامل اساسی غفلت شده، اونم نقش عربستان سعودی و نفت بوده. ای داد بیداد، طولانی ترین بخش از اپیزودهای دهگانه فیلم دیولوشن به بخش معاملات پنهانی و جهتدار نفت عربستان سعودی و دسیسه پنهانی دولت جرالد فورد و عربستان سعودی اختصاص داره، بنا به مدارک منتشر شده در سال 2008 که بعد از 30 سال در کتابخانه پرزیدنت جرالد فورد منتشر کردن. ما هم اونو پیدا کردیم و اومدیم در مورد. اصولا شالوده فیلم دیولوشن به خاطر این گذاشته شد و نشون میدادیم که چگونه در کنفرانس دوها در سال 1977 در دسامبر 77 ضربه کاری و غیر مترقبه را شیخ احمد زکی یمانی به اقتصاد ایران زد که هم قیمت نفت پایه اوپک را قبول نکرد آوردن پایین و هم تولید نفتشون رو بردن بالا. بنابراین درآمد ایران در هر سال 1 میلیون دلار، ببخشید در هر روز 1 میلیون بشکه کم شد فروش ایران، کسی نفت ایران رو نمی خرید. خب که در نتیجه تمام پروژه های اقتصادی متوقف موند و نارضایتی های ایجاد شد برای کسانی که دو پری روز از عمله 10 تومانی شده 150 تومن، حالا میگم من دیگه الان که باید مثلا 50 تومن بگیرم حق مسلمه هم از دست رفته. بعد اونا گفتن که همه به خاطر آزادی و دموکراسی انقلاب کردن و خب از حول حریم افتادن توی دیگ. عرض کنم حضورتون، اما ما اومدیم در همین فیلم همه متن منتشر شده گفتگوهای دسیسه وار میان فورد و وزیر امور خارجه عربستان سعودی رو قبل از کنفرانس دوها نشون دادیم. اگر کسی در همینجا میگم در فیلم دیگری کسی پیش از ما اینو آورده نتیجه گیری کرده شد بگید که بنده بیام اصلا معذرت خواهی کنم و منم مثل بقیه روشن بشم. عرض کردم من این اشتباهات رو از روی دوستانی دیدم و این مختصر رو نوشتم، وگرنه من اصلا با فرمایشات غیر دوستان کاری ندارم، همیشه گذاشتم هر چی دل تنگ شد خواست بگم. چرا؟ چون کردیت و اعتبارها رو باید در دراز مدت جست و سنجید و اعطا کرد. شاید هم یه روزی ما شانس اون بلند بشه در دراز مدت بالاخره کارناممون آشکارتر بشه. به هر جهت در این عصر مهیا بودن اطلاعات آدم فقط کافی است که یک کمی وقت بذاره و اندکی هم لطف نه به من بلکه برای دوستان و غیر دوستانی که بعدها میان جوانهایی که بخوان استناد کنن به حرفهای ما. بنده هم نه زورم میرسه نه شکایتی دارم، فقط گلایه مختصر بود اونم فقط از دوستان خودم. من فقط این میخوام برای اینکه صحبتم آشکار باشه همون مقداری از اون اپیزود فیلم دیولوشن رو در همینجا بذارم ببینید. البته این همش نیست، 35 دقیقه است، اما شما یک 10-12 دقیقه شو ببینید به هر حال ببینید که خلاف عرض نکردم. بفرمایید.
در طول سال پرآشوب 57 در ایران، بسیاری از ایرانیان به این نتیجه رسیدند که برخلاف آنچه به طور رسمی عنوان می شود، ایالات متحده و پرزیدنت جیمی کارتر در تضعیف شاه می کوشند و در حقیقت همراه با دیگر کشورهای غربی دارند فرش را از زیر پای او که زمانی نزدیکترین متحد آنان در خاورمیانه شناخته می شد می کشند. یا داشتگاه برنت اسکوکرافت، مشاور امنیت ملی پرزیدنت نیکسون و فورد، اما نشان می‌دهد که کوشش برای خنجر از پشت زدن به شاه بسیار زودتر از دوران جیمی کارتر و حتی از اواخر دوران پرزیدنت نیکسون آغاز شده بود. 23 دسامبر 1973 شاه از وزرای اوپک دعوت کرد که در تهران تشکیل جلسه دهند. در این اجلاس اوپک اعلام کرد که قیمت رسمی نفت اوپک از 5 دلار و 3 سنت برای هر بشکه به 11 دلار و 65 سنت رسیده است. رسانه‌های گروهی غربی بلافاصله واکنش نشان دادند و شاه را متهم به تلاش برای خرابکاری علیه اقتصاد غرب کردند. شاه سعی کرد با تشکیل کنفرانس مطبوعاتی به خلاصه کردن دلایل اتخاذ سیاست نفتی جدید اوپک از هان دنیا را روشن کند که این سیاست نفعش برای همه دنیا است. او گفت این قیمت فعلا برای آن روز کافی است، اما برای دراز مدت کافی نیست. او توضیح داد که نظم اقتصادی در جهان برقرار نمی شود مگر آنکه نفت به قیمت واقعی خود در برابر کالاهای دیگر برسد. Producing countries or owners of that underground wealth which unfortunately one day is going to finish. اما سالها بعد و در آخرین ماه‌های زندگی نوشت، من سعی کردم توضیح دهم که این بسیار نامعمول و حتی چندشاور است که ماده گرانبهایی که انرژی دنیا را تامین می‌کند قیمتش از آب اویان کمتر باشد. توضیح دادم که تا زمانی که انرژی ارزان قیمت موجود است، هیچ کس به دنبال انرژی جایگزین نخواهد رفت و اینکه تا زمانی که نفت ارزان موجود است، هیچ کس در مصرف آن صرفه‌جویی نخواهد کرد و دنیا با کمبود وخیم انرژی روبرو خواهد شد زمانی که همه چاه‌های نفت خشکیده شده باشند و سرانجام بشریت سقوط خواهد کرد. Many people in Britain, some of them cold, some of them quite poor, will be asking themselves what it is that you and certainly some of your Arab counterparts, sheikhs and rulers and governments, have against them. Are you, does it in any way serve your interests to make a British economy suffer? Why against? First of all, it's not British economy. If you want to say anything, it should be the world economy. And this is not against, we are just defending our chips. Because for such a long time, we have just been, exploited, I can say that. And why don't you say that when the price of wheat was augmented by 300%, they had something against us. We had to buy it, or soybean, or steel products, or petrochemical products, which in some cases have augmented by 30 times. So did you have anything against us when you augmented those prices? Or what I buy from you, even weapons, the price that you are charging today is not what you were charging 2 months ago. It's increasing. Have you something against us? محمد رضا شاد می نویسد مسئله عجیبی نبود که با اشاره گروه های فشار بین المللی رسانه های غربی تنها به قسمت اول پیشنهاد من یعنی افزایش قیمت نفت توجه کردند. اگر مطبوعات غرب روش دیگری در پیش گرفته بودند، عذر و بهانه‌ای برای آنها باقی نمی ماند که تمامی حملات تبلیغاتی خود را متوجه کشورهای صادرکننده نفت کنند. Who cares? They can say anything they want. My country is making close to 40% growth, constant price, while their country is in the red. So they can say whatever they want. در آخرین هفته‌های ریاست جمهوری ریچارد نیکسون و پیش از آن که مجبور به استعفا شود، ریچارد نیکسون از سوی همه جناح‌های ممکن و ناممکن زیر رگبار حملات قرار داشت. در آن روزها او دیگر قادر نبود از شاه ایران
در برابر دشمن تازه به پا خواسته‌ای دفاع کند که از قلب بخش خاصی از شرکت‌های بزرگ آمده و در قالب مقامات دولتی فعال بودند. بیل سایمون که از این گروه بود در چنین روزهایی موقعیت را برای حمله به شاه ایده‌آل یافته بود. 9 ژانویه 1974 یادداشت‌های اسکاوکرافت. بیل سایمون در مورد راه‌های احتمالی حل مشکل انرژی در آمریکا با ریچارد نیکسون صحبت می‌کند و می‌گوید ما می‌توانیم اقدامات سخت‌تری انجام دهیم. آیا ممکن است فشار بر شاه را افزایش دهیم؟ سایمون پیشنهاد می‌کند که آمریکا با رو کردن به طرف عرب‌ها شاه را تحت فشار بگذارد تا قیمت نفت را پایین بیاورد. نیکسون یادآوری می‌کند که شاه بهترین دوست آمریکاست، اما سایمون می‌گوید که در این مورد شک دارد. او می‌گوید شاه سردسته این گروه است، همراه با ونزوئلا. بدون آنها مسئله نفت حل است. وضعیت کنونی بسیار مسئله آفرین است. متعاقب جنجال چند ماهه واترگیت، ریچارد نیکسون در اوت 1974 از ریاست جمهوری آمریکا استعفا کرد و جرالد فورد معاون وی به ریاست جمهوری رسید. رسانه‌های گروهی آمریکا در آن روزها سخت غره و شادمان و سرمست از پیروزی در برابر نیکسون بودند و سیاستمداران نیز سعی داشتند در این رژه سرمستی از رسانه‌ها عقب نمانند. در روزهایی که همگان در طلب شهرت می‌دویدند و راهی بهتر از حمله به نیکسون نمی‌یافتند، دوستان نیکسون نیز از گزند آنان در امان نبودند. رسانه‌های گروهی آمریکا در این روند نشئگی و بیخبری در مورد نقش خود در جامعه آمریکا دچار توهم و سردرگمی بودند و نمی‌دانستند چه باید باشند و چگونه باید عمل کنند. دورانی که رسانه‌ها همزمان نقش پلیس، قاضی و جلاد را با هم ایفا می‌کردند و شاه ایران مسلماً در این بازی مستان فاتح از گزند آنان در امان نبود. We shall spend as much money as necessary. We have often been criticized by some of the press or some of the people here in this country or in Europe that we are spending too much. We are buying this or we are buying that. We cannot just be ignorant and not to spend the money for our defense. And one morning we get up and we find out the people in Iran surprised by some attack either from the south. این زمانی بود که ویلیام سایمون حملات علیه شاه را علنی کرد. در پاریس سایمون شاه ایران را یک دیوانه خواند و او را متهم کرد که می‌خواهد خود را به یک ابرقدرت تبدیل کند و اینکه او همه سود حاصل از فروش نفت را صرف خرید تسلیحات نظامی می‌کند. از ابتدا تا کنون بسیار نامعمول است که یک مقام عالی رتبه دولت آمریکا رهبر کشور دوست و همسایه را به این صورت و با این شدت مورد حمله قرار دهد. جک اندرسون، روزنامه نویسی با پیشینه مشکوک و مشهور به خاطر گزارش‌های بی‌پایه و اساس در همان زمان در حکم بلندگوی بیل سایمون بود، در شماره اول نوامبر 1974 واشنگتن پست شاه را به صورت یکی از حریص‌ترین و ثروتمندترین رهبران جهان توصیف می‌کند. ادعا می‌کند که هنری کیسینجر از پیچیدگی‌های وضعیت جهان آگاه نیست. او می‌نویسد که کیسینجر توصیه یکی از سیاستمداران آگاه ویلیام سایمون را نادیده گرفته و او بیم دارد که کیسینجر جاه طلبی و حرص و آز شاه را دست کم گرفته باشد. او حتی پیشنهاد می‌کند که شاه ایران برای پیشبرد هدف‌هایش به مقامات آمریکایی رشوه می‌دهد و دلیل موفقیت او در رسیدن به خواسته‌هایش در واشنگتن نیز همین است. I think it's the most unjust thing that he said. It's just jealousy. For instance, the military purchases, it's government to government. If there is a corruption, it's from your government or the government of every other country from which we buy. So this is the unfairest and most unjust thing that I have heard.
And let me say this. First of all, I think this is a cheap accusation. Second, it is less than anything that you have in your so-called permissive society. You mean you think there is more corruption in the United States than in... Well, especially in your country, yes. دشمنان داخلی شاه که تقریبا امید از کف دادند، ناگهان با جرقه از امید روبرو می شوند. امید آن که آمریکا شاه را تنها گذارده است. و اینک نیکسون نیز رفته و آنان می توانند دوباره علیه او بتازند. واترگیت دشمنان خفته را بیدار می کند. جرالد فورد رئیس جمهوری بر حسب اتفاق می‌خواست تا چیزی را ثابت کند، اینکه او نیز می‌تواند رئیس جمهور منتخب مردم آمریکا باشد. او می‌خواست خود را به عنوان یک سیاستمدار کاردیده به آمریکاییان بشناساند، نه چهره دست و پا چلفتی که از او در برنامه کمدی سیاسی تلویزیونی ساتردی نایت لایو نشان داده می‌شد. جرالد فورد می‌خواست تا در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 1976 برنده شود، اما با جو حاکم در آن روزها علیه نیکسون و جمهوری خواهان، بخشش نیکسون از جانب او و اقتصاد بد، این آرزو نمی‌توانست تحقق یابد مگر آنکه او با یک پیروزی بزرگ بیرون آید. این پیروزی بزرگ اما تنها با یک شکست بزرگ برای اوپک می توانست میسر شود، و بزرگترین لطمه این شکست قطعا نصیب کسی می شد که جنبش اوپک را هماهنگ و سازماندهی کرده بود. شاه ایران 15 مه 1975 شاه وارد واشنگتن می شود. پیش از این ملاقات هنری کیسینجر وزیر امور خارجه به فورد هشدار می داد که شاه از انتقادهای اعضای کنگره و مردم علیه سیاستهای نفتی ایران خشمگین است. کیسینجر پیشنهاد می کند که به جای صحبت در مورد نفت، فورد در مورد وضعیت خاورمیانه از شاه سوال کند. او میگوید شاه در مورد عربستان سعودی اندیشناک است. شما می توانید بگویید که از طرح اضطراری استقرار نیرو در آنجا با خبرید. چند ماه پیش از آن ملک فیصل پادشاه عربستان به طور مشکوکی به وسیله یکی از اقوام نزدیک و جوان خود که در آمریکا تحصیل کرده بود، به قتل رسید و هرگز جزئیات این قتل که تغییر عمده در موضع نفتی عربستان را موجب شد آشکار نشد. بنابرای یادداشت‌های اسکاوکرافت، فورد به شاه میگوید هنری به من گفت چیزی را که به شما نیز گفته بود در مورد آنکه اگر بخواهد در عربستان حکومتی نظیر قذافی سر کار بیاید ما چه کار خواهیم کرد. او اشاره به طرح تصرف حوزه‌های نفتی عربستان در چنین حالتی میکند و میگوید من همین را تایید میکنم. شاه پیشنهاد میکند که در چنین صورتی بهتر است از مصر برای مشارکت در این نیرو استفاده شود، و اینکه باید از انور سادات نیز برای این طرح دعوت شود، چرا که اگر این نیرو تماما از کشورهای غیر عرب باشد مقاومت‌هایی به بار خواهد آورد. این مذاکره در مورد یک طرح خیالی بعداً به گوش زکی یمانی وزیر نفت عربستان میرسد، به گونه‌ای که انگار شاه و فورد انقریب در صدد حمله به عربستان هستند. این موضوع آخرین تردید عربستان را برای چرخش سیاست‌هایش علیه ایران از بین می‌برد. تنها وسیله جلوگیری از توسعه نظامی ایران کاهش دادن قدرت پولی شاه در خرید آزادانه تجهیزات نظامی است. اون چه ملاحظه کردید بخش اول از چپتر سوم فیلم دیولوشن بود. در قسمت‌هایی که ادامه خواهد داشت 35 دقیقه عرض کردم، این بخش فقط بوده. نشون داده میشه که چگونه بعداً عربستان سعودی وارد این توطئه میشه با همکاری جرالد فورد که بنیاد ایران زیر رو کنه. حالا همه می‌نزن گردن فقط اون جیمی کارتر، در حالی که آخر کار اومده هول داده، قبل از اون پایه رو کسی دیگری فراهم کرده. به هر حال عرض کردم این چیزی بود که ما گفته بودیم رفتیم کشفش چرز کنم، چون منتشر شده بود رفتیم دنبالش و این رو خدمت دوستان آوردیم 4-5 سال پیش. حالا اگر همه ندیدن این دیگه تقصیر این جانب نیست. به هر حال هفته آینده در خدمت شما نخواهیم بود، برای هفته بعد از آن اگه
به هر حال سعی خودمون میکنیم در خدمت شما باشیم. خدا نگهدار.